که اساس نظریه بحث خودباوریه. اما خودباوری چیه؟ در حقیقت خودباوری و خودباختگی دو تا قطب مثبت و منفی هستن که در مقابل هم قرار دارن دیگه. من کلمه خودباوری رو همیشه اینو توضیح دادم، به دو معنا به کار میبرم، یعنی یک اصطلاح دارای دو تا معنای همزمان، ایهام داره به اصطلاح، و به هر دو معنا مد نظر من هست توی این نظریه که عرض میکنم. هر دو تا معنا برای من مهمه. یک معنای خودباوری عبارت هست از اینکه انسان به توانایی های خودش و به قابلیت های خودش و به ارزش های خودش باور داشته باشه، یعنی من باور داشته باشم که موجودی هستم ارزشمند، قابل احترام، دوست داشتنی، قابل توجه و در این حال توانمند، لایق، دارای قابلیت، دارای قدرت، دارای قابلیت های لازم برای حل چالش های زندگی. این یک معنایه یا یک لایه معنایی خودباوری هست. لایه معنایی دیگش اینه که داشتن باورهای مستقل، یعنی یه معنای خودباوری اینه که باورهایی که داریم مال خودمون باشه. خودباوری یعنی باورها مال خودم باشه، یعنی تعریفی که از زندگی دارم، تعریفی که از هستی دارم، باوری که نسبت به نقش خودم مثلا تو جامعه دارم، باوری که نسبت به نقش خودم در خانواده دارم یا نقش دیگران تو زندگی خودم دارم، باورهای دینی، باورهای مذهبی، باورهای سیاسی، همه اینا فرق نمی کنه، باورهایی باشن که خودم بهشون فکر کردم، سنجیدم و به طور مستقل و آگاهانه این کار انتخاب کردم. و تو پرانتزم عرض کنم، بارها و بارها من اینو گفتم که استقلال رأی به معنای خود رأی نیست. استقلال رأی یعنی اینکه انسان حرفها، سخنان، دیدگاهها و نظرات همه مردم رو با علاقه، با کنجکاوی بشنوه، گوش کنه، بخونه، ولی در نهایت خودش اینها رو بسنجه و خودش انتخاب کنه، یعنی یک قربالگری بکنه، دست به یک نقادی بزنه. منظور ما از داشتن باورهای مستقل این هست.